سلام، شبتان بخیر. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 24 ماه حمل سال 1402 خورشیدی است. اول سرخط خبرها. برگزاری نشست سمرقند پیرامون افغانستان، این چهارمین نشست کشورهای همسایه افغانستان است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی نیز در این نشست دعوت شدند. افغانستان اسلامی امارت بهرنی چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب د یوه پلاوی په مشرۍ د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه هلته روان شو. اعلام روی کرد تازه چین در برابر افغانستان، بیجین گفته در مسائل داخلی افغانستان مداخله نمی کند. کابل هم استقبال کرد. از حکومت میانه‌رو و محتاطانه در افغانستان، صلح و بازسازی در افغانستان، پشتیبانی از افغانستان در مقابله با هراس افغانی، تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه در مبارزه با هراس افغانی پشتیبانی می کند. احتمال سفر هیئت سازمان همکاری کشورهای اسلامی به کابل. آنان با حکومت سرپرست درباره برطرف کردن ممنوعیت کار بانوان گفتگو خواهند کرد. نماینده ما در ملاقاتهایش با مسئولان امارت اسلامی درباره موضوعات گوناگون از جمله بخش‌های توسعه‌ای، اقتصادی، صحت و آموزش بحث کرده است. آغاز کار ساخت و توسعه جاده کوتل خیرخانه، عرض این جاده از 12 به 27 متر توسعه می‌یابد و کار آن تا 10 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. و 4 کشته و 13 زخمی در نتیجه آتش سوزی در پاکستان. من شمسمانی میزبان شما هستم. نشست دو روزه کشورهای همسایه افغانستان امروز با حضور سرپرست وزارت خارجه کشور در سمرقند برگزار شد. وزیران برخی از کشورها در دیدارهای حاشیه‌ای از آنچه که حضور گروه‌های هراس افغان، کشت و قاچاق مواد مخدر، بحران بشری، اقتصادی و افزایش مهاجران افغان در کشورهای دیگر می دانند ابراز نگرانی کردند. در دیدارهای حاشیه‌ای وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، آنان تعهد کردند که با افغانستان در بخش‌های تأمین امنیت، رفاه، پیشرفت و همچنان بخش‌های دیگر همکاری می کنند. فاطمه ادیب بیشتر می گوید. چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 8 کشور همسایه افغانستان در سمرقند ازبکستان برگزار شده است. امیرخان متقی در رأس یک هیئت وزارت خارجه از بحر شرکت در نشست کشورهای همسایه افغانستان امروز راهی سمرقند ازبکستان شد. نن پنجشنبه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقی صاحب د یوه پلاوي په مشرۍ د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه هلته روان شو. مسئله آموزش و کار بانوان نیز از مسائل دیگر بود که وزیران خارجه ایران، چین، روسیه و پاکستان در نشستهای حاشیه روی آن گفتگو کردند. دختران افغانستان از تحصیل و اعلام آمادگی ایران برای که هم دستری را حضوری و هم با روش های مجازی این خلهی که در افغانستان وجود آمده رو بتونیم با همکاری هیئت حاکمه موقت ازش عبور بکنیم و زنان و دختران مسلمان افغانستان از این حق تحصیل، حق اشتغال در واقع محروم نباشند. وزیران خارجه برخی از کشورها در حاشیه این نشست درباره چگونگی پیکار با هراس افغانی، مواد مخدر و بحران بشری در افغانستان گفتگو کردند. کشورهای همسایه تاثیرگذار هستند، یعنی در صورتی که نتایج این نشست ها حالت رقابتی و واکنشی نداشته باشد، می تواند برای حل چالش های ملی و بین المللی در کشور مفید تمام شود. سرپرست وزارت خارجه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با وزیر خارجه ایران و چین گفتگو کرده است. چین آماده است تا هماهنگی و همکاری با همسایگان افغانستان و جامعه جهانی را افزایش دهد و به افغانستان کمک کند تا مسیر توسعه پایدار را طی کرده و به امنیت، رفاه و پیشرفت پایدار در منطقه دست یابد.
نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاکستان و دومین نشست در ایران و سومین نشست آن در چین درباره وضعیت افغانستان برگزار شد. چین با اعلام رویکرد تازه‌اش در برابر افغانستان میگوید امیدوار است حکومت سرپرست یک ساختار سیاسی فراگیر را ایجاد کند. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که کشورش در مسائل داخل افغانستان مداخله نخواهد کرد و از ایالات متحده نیز خواسته که تعهداتش را در برابر افغانستان عملی سازد. با این حال امارت اسلامی این رویکرد چین را میستاید و میافزاید که حکومت سرپرست خواهان روابط نیک با تمامی کشور هاست. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. بیجینگ با اعلام رویکرد تازه‌اش در قبال افغانستان در 11 بند از حکومت سرپرست خواسته که به تعهداتش پابند بماند و در برابر گروه‌های هراس افغان به ویژه جنبش اسلامی ترکستان شرقی گام‌های جدی را بردارد. این مقاله 11 جنبه از جمله پابندی به 3 موردی که باید احترام گذاشته شود و 3 مورد دیگری که هرگز انجام نشود را پوشش می‌دهد و از حکومت میانه‌رو و محتاطانه در افغانستان، صلح و بازسازی در افغانستان، پشتیبانی از افغانستان در مقابله با هراس افغانی، تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه در مبارزه با هراس افغانی پشتیبانی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین از ایالات متحده نیز می‌خواهد که با تعهداتش در برابر افغانستان پابند باشد. از ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که با تعهدها و مسئولیت‌های خود در قبال افغانستان از جمله تقویت هماهنگی بین‌المللی و منطقه‌ای درباره افغانستان، تسهیل مسائل بشردوستانه و پناهندگان افغانستان و پشتیبانی از مبارزه افغانستان با مواد مخدر عمل کند. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که خواهان روابط نیک با تمامی کشورها به ویژه با چین است و از موقف عدم مداخله این کشور در برابر افغانستان استقبال میکند. امارت اسلامی افغانستان میخواهد که با تمام کشورهای همسایه خود بسیار روابط حسنه و خوبی ایجاد کند که استوار با منافع بین کشورها باشد. ما از موقف گیری آنها ستایش میکنیم، چون آنها تاکید به این کردن که باید در اموری داخلی افغانستان مداخله صورت نگیره بسیار نقطه اساسی است. با اتخاذ سیاستی بی‌طرفانه به نظر می‌رسد که چین تمایل دارد که حضور پررنگ‌تر در گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد و به نوع ابتکار عمل را در دست بگیرد. برخلاف دولت‌های غربی که سیاست‌هایشان مبتنی بر ارزش‌ها و منافع استخباراتی و سیاسی استوار است، نگاه دولت چین در تعامل با دولت‌ها بیشتر اقتصادی است و افغانستان یک جغرافیه بسیار جذاب برای چینایی‌ها هست، اما به دلایل سیاسی و امنیتی در تعامل با افغانستان بی‌نهایت محتاط برخورد می‌کنند. چین در حال رویکرد تازه‌اش را در برابر افغانستان اعلام کرده است که این کشور با پاکستان نیز روابط خوبی دارد. دیده شود که رویکرد تازه چین در برابر افغانستان تا چه پیمانه در کشور اثرگذار خواهد بود. ریاست وزرا میگوید که با در نظر داشت اوضاع کنونی، نهادهای مددرسان و نمایندگی های سیاسی کشورها می توانند با اطمینان در افغانستان فعالیت کنند. معاون سیاسی ریاست وزرا در دیدار با برخی از دیپلمات های کشورهای منطقه همچنان افزوده که اکنون امنیت در کشور تأمین شده. با این حال برخی از سیاستگران سیاست متوازن و بی‌طرف حکومت سرپرست را به تمامی کشورها به سود کشور می دانند. باز هم فرشاد داریوش. معاون سیاسی ریاست الوزرا و برخی از اعضای دیگر کابینه سرپرست در دیدار با سفیران و نمایندگان برخی از کشورها از تامین امنیت در کشور سخن می‌زند و می‌افزاید که اکنون تمامی نمایندگی‌های سیاسی و نهادهای مددرسان می‌توانند در کشور فعالیت داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزرا در یک ضیافت افطاری که در آن نمایندگانی از ازبکستان، کازاخستان، ترکیه، قرغزستان، ایران، پاکستان، اندونزیا و رئیس یونما حضور داشتند، ابراز کرد. این یک دعوت دوستانه افطاری بود که از طرف معاونت سیاسی برای سفرهای کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی صورت گرفته بود و هر دو طرف بر تأمین روابط دوستانه تاکید کردند. بر بنیاد خبرنامه ریاست الوزرا در این دیدار، سرپرست وزارت خارجه تاکید کرده است که حکومت سرپرست خواهان روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. امیرخان متقی به شرکت کنندگان این نشست اطمینان داده است که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور تهدید نخواهد بود. حکومت سرپرست باید است که
منافع مردم افغانستان در نظر بگیره، دختران تحصیل کنند، زنان در چوکات قواعد اسلامی بتانند که در بیرون کار کنند، در حکومت کار کنند، و اقشار دیگر مردم در رهبریت نظام سهم داشته باشند. که چه هم افغان حکومت لنرهی سره ده مثبت تعمل و خواری که برخ که یشمیر گامون اخیسته دی ولی پلوی که ده باسان او نرهی تیر یونین کال سیاسی و دیپلوماتیک خواری که خوده شی پا کرده ده ترسو پا کردون نباند یشمیر اصلاحات راسی او پای نحال که ده سی گامون و اخیسته شی ترسو ده سیمی او نرهی ستر کدتون ده باسان لحسنی حکومت سره تعمل او سیاسی راشیدرسته زرخ کری. هرچند در نزدیک به 2 سال گذشته افغانستان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما شماری از کشورها مانند ایران، امارات متحده عربی و ترکیه به تازگی دیپلماتان امارات اسلامی را پذیرفتند. قرار است یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به کابل بیاید و درباره مسائل گوناگون با امارات اسلامی گفتگو کند. سفیر این سازمان در افغانستان میگوید دفتر این سازمان با امارت اسلامی درباره رفع ممنوعیت کار بانوان گفتگو خواهد کرد و باید برای زنان در چارچوب اسلام زمینه کار فراهم شود. از سوی هم این نهاد در نظر دارد برای 11,000 خانواده در 6 ولایت بسته های مواد خوراکی توزیع کند. آمنه حکیمی گزارش می‌دهد. سازمان همکاری اسلامی میگوید که در آینده نزدیک هیئت از این سازمان به افغانستان خواهد آمد و با مقام های امارت اسلامی درباره رساندن کمک ها به مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. سفیر این سازمان میگوید که پیش از این نماینده ویژه این سازمان با مقام های امارت اسلامی نیز دیدارهای داشته است. نماینده ما در ملاقات‌هایش با مسئولان امارات اسلامی درباره موضوعات گوناگون از جمله بخش‌های توسعه‌ای، اقتصادی، صحت و آموزش بحث کرده است. سفیر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان میگوید که دفتر این سازمان با امارات اسلامی درباره رفع ممنوعیت کار بانوان گفتگو خواهد کرد. دفتر سازمان همکاری اسلامی به گونه مسلسل این موضوع را با مقامات به بحث گرفته و دفتر ما این فرمان را نکوهش کرده و خواسته است که زمینه کار را به زنان چنان فراهم کنند که خلاف اسلام و ثقافت افغانی نباشد. از سوی هم سازمان همکاری اسلامی دومین بسته کمک‌های بشر دوستانه‌اش را برای 11,000 خانواده در 6 ولایت در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانی توزیع خواهد کرد. این مواد 62 کیلوگرم وزن دارد که شامل آرد، برنج، لوبیا، بوره و خرما است و تلاش میکنیم که کمک های بیشتر را انجام دهیم. جمعیت هلال احمر افغانی آمار میدهد که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی برای بیش از 200,000 خانواده در کشور کمک شده است. اکثریت مطلق گفته میتونیم مردم نیاز به کمک یا مساعدت داره که امروشان کمک شوه و مساعدت شوه. وره بیشتر مدمود از دیگرها که خوبتر میفهمه، چون همیشه تحلیل تجزیه دارن و اوزار را بررسی میکنه و انعکاس میده. در سطح عموم گفته میتونیم که نیازمندی در حد بالا قرار داره. پیش از این نیز سازمان همکاری اسلامی برای 280,000 تن در 5 ولایت کشور مواد خوراکی کمک کرده است. برخی از بازنشستگان با راه اندازی گردهمایی اعتراضی خواهان پرداخت حقوق بازنشستگیشان از سوی امارت اسلامی شدند. شماری از آنان میگویند نزدیک به 2 سال می شود که حقوقشان را دریافت نکرده اند و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم سخنگوی وزارت مالیه اطمینان می دهد که در بودجه سال مالی 1402 برای بازنشستگان بودجه لازم در نظر گرفته شده. این بازنشستگان در نزدیک خزینه تقاعد به گونه اعتراضی گرده هم آمدند و خواهان پرداخت حقوق بازنشستگیشان هستند. نور اقبال یکی از کارمندان پیشین وزارت داخله بود و برای دریافت حقوق بازنشستگیش از شهر مزار شریف به کابل آمده است. میگوید که نزدیک به 2 سال می شود که حقوقش را نگرفته است و در اوضاع بد اقتصادی به سر می برد. حق ما است، حقوق ما است، حلال است، از معاش ما گشته است، از معاش متقاعدین گشته است. ما از اینا خیرات نمی خواهیم، زکات نمی خواهیم، عشر نمی خواهیم. شماره از بازنشستگان دیگر می گویند که با وجود وعده های پی هم حکومت تا هنوز هیچ کاری برای آنان انجام نشده است. مدت 3 سال است که به اصطلاح معاش تقاعدی ما و کل جزمی متقاعدین به اصطلاح اعاده نشده. هر پیره که در ریاست تقاعد مراجعه میکنه میگه تو امر ثانی. از امارت اسلامی خواهش میکنه که امین 3 سال تقاعدی که داریم حق مسلم ماست که امین حق مسلم ما رو برای ما بده.
سخنگوی وزارت مالیه میگوید که در بودجه سال مالی جدید برای بازنشستگان بودجه لازم در نظر گرفته شده است. د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی و. خدا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه لا د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیه شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه اکنون بیش از 149,000 بازنشسته که بیش از 10,000 آنان بانوانند، حقوق سالانه ایشان را به دست نیاوردند. رهبر امارت اسلامی در یک نوار شنیداری بر تأمین عدالت از سوی محاکم افغانستان تأکید کرده. مولوی هبت الله آخوندزاده به آن که بر رویداد مشخص اشاره کند گفته که حکومت با ظلم بقا ندارد و اگر عدالت نباشد ظلم به میان خواهد آمد. در این پیام شنیداری رهبر امارت اسلامی خواستار محاکمه افراد مجرم در میان اعضای امارت اسلامی نیز شده. این نوار شنیداری در تویتر سخنگوی امارت اسلامی پخش شده. یک بار دیگر خوش آمدید. کار ساخت و توسعه جاده کوتل خیرخانه از سوی شهرداری کابل آغاز شد. معین ساختمانی و ترانسپورتی شهری کابل میگوید عرض این جاده از 12 متر به 27 متر توسعه می‌یابد و کار آن تا 10 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. شهرداری کابل کار ساخت و توسعه جاده کوتل خیرخانه را به روز پنجشنبه آغاز کرد. انتظار می رود که کار این جاده با درازای 3700 متر با پهنای 27 متر در 10 ماه به پایان برسد. شهرداری کابل می گوید که این پروژه 370 میلیون افغانی هزینه می برد. به دقیقه 8 متر عرض که چه دوار طرف تا 3 متر پیاده رو لری، یو کانال لری جوچه او دسنکاری، دیوال هم لری او لس په حدود د لسو د بسټیشنو استادګاوی لری. همزمان با این معاون اقتصادی ریاست الوزراء از شهرداری کابل میخواهد که برای زیبایی شهر کابل بیشتر تلاش کند. فرضه که یو دغسی لار استکیری یا مثلا کده چا یا کوری یا مثلا فاغه د خپل شخصی په مفاد باید ترکیب شي او یو لږ توان د ځانه سره وي چې خو د عام مسلمانانو د عام ولس لپاره باغه یو د خیر و د یو سهلت خبره وي. شماری از باشندگان کابل از توسعه این جاده شادمانند و از شهرداری کابل میخواهند که کار این پروژه را به زودی به گونه کامل به پایان برساند. چون این رای ترانزیتی کابل شمال وصل با چندی ولایت های دیگه است، همین شکل که پیش میره باید به زودترین فرصت به خیر خلاص شد. راه بندی بیروبار کم شد، رای همگی واز میشه، بسیار خوبی میشه، ما زیاد خوش هستیم به حیث یک شهرمند این منطقه. بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل برای توسعه این جاده 136 خانه تخریب شده است و به مالکان آن جبران خساره پرداخت شده است. جاده کوتل خیرخانه از جاده های مهم کشور است که چندین ولایت شمالی را با کابل نیز وصل می سازد. همینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر.